کاروان الولا و الفدا و الفت متشکل از عزاداران شهر مقدس کربلا در سال روز شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در حرم مطهر ایشان در شهر دمشق به اقامه عزاداری پرداختند. به گزارش شیویوز، سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه در این باره گفت در عمل به فرمایشات مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله مبنی بر احیای سال روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها در شهر دمشق امسال نیز میزبان صدها تن از زائران عراقی بودیم. این شهروندان عراقی که اکثرا از اهالی شهر مقدس کربلا بودند با حضور در این کاروان برای زیارت مرقد مطهر عقیله بنی هاشم سلام الله علیها و اقامه عزا در سال روز شهادت بزرگبانوی واقعی عاشورا در دمشق حضور یافتند. موکب الولا و الفدا و الفتح به رسم چندین ساله خود و پس از هجوم سنی های تندرو به کشور سوریه در ایام شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها مستلزمات سفر تعداد زیادی از عزاداران را از شهرهای مختلف کشور عراق به شهر دمشق ایجاد می کند. این شیعیان نیز ضمن برخورداری از خدمات این کاروان در ایام شهادت دخت امیر مؤمنان سلام الله علیهما با اقامه عزا در احیای شعائر می کوشند.